چای آوردم بابا جون. دست شما درد نکنه. ترکیبش بد نشد. به نظرم خوبه نه؟ اینا قراره اینجا رو این دیوار باشن؟ بابا دیوار حمام نصبشون کنم؟ یکی از اتاقا رو که تو برداشتی، اون یکی هم که محل کار منه، میمونه همینجا. اینا چیه بابا جون؟ یه مش مرد سیبیلو، آدم میخواد تو خونه راه برم خجالت میکشه که. اون موقع سیبیل مود بود بابا. بله، اگه مرد سیبیل نمیذاش، واسش حرف در میآوردن. مثل الان نیست که. آخه اینجوری آدم معذبه تو خونه بابا جون. انگار همشون زول زدن به آدم. منو باش فکر کردم عکس منو زدین رو دیوار. بابا جون عزیزه برادم، عکس ناموسشه که نمیذاره تو انظار عمومی. اینجا رفت آمد میشه مثلا. راه کن، ما از اونش نیستیم بابا. عکس شما تو قلب ما حک شده. آخه چه دلیلی داره عکس دوستان دوران جوانی شما اینجا رو دیوار اتاق پذیرایی باشه؟ اونم نه یکی نه دوتا، این همه. اینا تازه ترکیب اصلی هم. نیمکت ذخیره تو کموده. بابا دیگه نیمکت ذخیره رو ولش کن. شما ملاحظات رو در نظر نمیگیری بابا. اینا بعد این همه ساد رفاقت از من توقع دارن. ناسلامتی کاپیتانشون بودن. یعنی توقع دارن عکسشون رو بذاری رو دیوار پذیرایی؟ خب یه فرمانده همیشه فرمانده است واسه هم قطاراش. یادش بخیر، چه دورانی داشتیم ما. یه شهر بود با یه استدیو. وقتی توپ زیر پای بابات میافتاد، هر 11 تا در میرفتن. هیچ گلری نمیتونست توپ باباتو بگیره. بگو چرا؟ چرا؟ برای اینکه چارچوب نمیزدم. البته یه روزایی میزدم. وقتی یک روزم بود، هر 14 تاشونو دریب میکردم. آخه اونا که 11 نفرن، چجوری 14 تا دریب کردی؟ خود 3 تاشون دور زدم، دوباره دریبشون کردم. تو بازی آبی جامگان 600 تا گل زدیم بهشون. 600 تا گل زدی بابا؟ 16 تا شون. بعد اون وقت فیلماش هم موجوده یا احیانا نسوزوندینشون؟ اون موقع که مثل الان نبود یکی لگت میزنه به تو 50 تا عکاس ازش عکس بگیرن. خیلی حیف شد واقعا. واقعا حیف شد. بله. میوه تازه داریم تو خونه؟ میوه؟ چطور مگه؟ رفیقامون دارن میان، خونه دار شدیم، چای شیرینی ندین؟ مهمون داره میاد، بعد چرا به من نگفتی بابا جون؟ نگفتم به؟ نه خیر. ببخشید. باز یادتون رفت، نه میوه داریم، نه شیرینی، نه چای، هیچی نداریم. خیلی خوب، والا نفس عمیق بکش، راه کن خودتو بابا. الان زنگ بیزارم هوشنگ سر را بخره بیاره، مهمه؟ باشه بگو. درو وا میکنی دختر بابا؟ چش بابا جون.